ترکیه عملیات نظامی مشترکی را با نیروهای نظامی اطلاف ضد داعش برای بیرون راندن گروه موسوم به دولت اسلامی از شهر جرابلس در مرز سوریه آغاز کرد. این بزرگترین حمله ترکیه علیه مواضع داعش در خاک سوریه بود. اما شلانچ رجب طیب اردغان می میگوید داعش تنها هدف ترکیه نیست. رئیس جمهوری ترکیه میافزاید امروز صبح ارتش ما در شمال سوریه عملیاتی را علیه گروه های تروریستی مثل داعش و حزب تاد دموکراتیک کردها که کشور ما را تهدید می کنند آغاز کرد. از چند هفته گذشته نیروهای ترکیه به همراه شورشیان سوریه خود را برای این حمله آماده کرده بودند. آنکارا میگوید که هدفش این بوده که جرابلس را از اشغال داعش خارج کند. اما آنچنان یک کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل می گوید هدف اصلی ترکیه این بوده که مانع از این شود که مرزهای کشور به دست نیروهای کرد بیافتد. وی می که ترکیه سعی می کند از ارتش آزاد سوریه که در این منطقه هست و نیروهای میانه رو هستند حمایت کند. در واقع نکته مهم برای ترکیه در این عملیات این بوده که این منطقه را قبل از نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک کردها از دست داعش خارج کند. از نظر ترکیه اشغال جرابلس توسط نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک کردها به این معنی است که بخشی از مرزهای کشور به دست کردها میافتد و آنکارا در تلاش است به هر قیمتی که شده مانع از تشکیل نوار کردی در مرزهای ترکیه شود تسخیر جرابلس در شمال سوریه برای ترکیه اهمیت زیادی داشت نوار کوچکی در این منطقه تحت نفوذ کردهای سوری است و ترکیه در واقع میخواهد مرزهایش را از نیروهای کرد پاکسازی کند عملیات آزادسازی جرابلس از نیروهای داعش همزمان با سفر جو بایدن به ترکیه انجام شد. رئیس جمهوری این کشور همچنین یک روز قبل از سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه با رئیس اقلیم کردستان عراق هم دیدار و گفتگو کرد. رجب طیب اردوغان ادعا می کند که جنگنده های ترکیه برای حفظ تمامیت ارضی سوریه به جرابلس فرستاده شدند اما این در واقع ترفندی است برای آنکارا تا از حمایت لازم نیروهای خارجی برخوردار شود چرخش در سیاست خارجی ترکیه باعث شده که این کشور دست به تحکیم روابطش با ایران و روسیه هم بزند. هرچند موضع ولادیمیر پوتین نسبت به کورتا چندان شفاف نیست. به هر حال، محور تهران، مسکو و آنکارا در صورت شکلگیری به کاهش نفوذ آمریکا در منطقه منجر می شود.